من یک تصویری را به شما نشان داده بودم، فکر میکنم یک سال پیشتر در ماه رمضان آمدیم. درست در کدام قسمت ما صحبت کردیم با هم؟ در ماه رمضان شما گزارش های رمضانی مرا اگر دیده باشین، این قسمت تمامش فرش هوار میشه و چند قطار سفره هوار میشه، چند قطار مردم در دو طرف سفره میشینن و بر از اینا غذا داده میشه، روز افطار داده میشه و نماز هم میخوانند. ما درست در این قسمت استاد بودیم، در اینی قسمت، اینی قسمت استاد بودیم، مردم هم زیاد بود، اینمی مایک هم به دستم بود، خیلی جالب است. دکتر صاحب عیاض نیازی فکر میکنم که از دروازه، نه از دروازه مسجد نبر آمد، اون طرف خانهش هست، از طرف خانه خود آمد، تقریبا در این قسمت های از این بین این دو پایه استاد بود که چشمش به طرف ما خورد، گفت حالا که میمانه آمده، میمانه آمده. این بچه ها رو صدا کرد، کسایی که کار میکرد، خوش آمده، خوش آمده. این با یک لبخند هیچ فراموش نمیشه اونم لحظه آمد. خودش تیست زدوید وقت ما را دید که بیای. من زود کده به خاطر یک زمان استاد ما را بوده، تقریبا در سال 89 و سال 90 استاد ثقافت اسلامی ما بود، از اون زمان من دک شناخت داشتم هم رایشان. ما عجل دویدم نزدیک کاله، یه مرد بزرگ پایین نشه، اینجا خب بغل کشی کردیم و سلام علیک کردیم، گفتم بشینیم باید کم گپ بزنیم، گفت اول یک چیز بخورین، گپ زدن خواست، ما و شما بسیار گپ زدیم. فکر میکنم که این می قسمت بود، اگر ویدیو فراموش من نشده باشه، این قسمت ها بود که با هم نشستیم و صحبت کردیم، قصه کردیم روی فرهنگ غذا دادن، روی فرهنگ افطاری دادن صحبت کردیم، که گفتن من از مصر که آمدم، در گفتن من در مصر که معسل بودم میدم مصری ها چنین کار را انجام میدادن، اما من در او وقت رنج میبردم، کاش که در وطن ما هم چنین رسم و رواج یا فرهنگ وجود داشته باشه. گفت ما که از مصر آمدم، باز او زمان خواستم که اینجا چند خانواده را گفتم شما می افطاریتان بیارین کمی جا بخوریم، گفتن یک دسترخوان خورده 10 نفری و 15 نفری و 20 نفری، اما قسم تعداد بالاخره فضل خدا کاله، مدت چند سال است که هر شام دیگ است و پلاو است و این چیزا بار است بر مردم افطاری میتیم، که جای بسا خوشی و جای بسا افتخار است. اما دکتر صاحب عیاض نیازی هرچند در بین ما نیست، یاد و خاطرات و آنچه که انجام داده هیچگاه فراموش نمیشه. قبرشان در کجاست؟ بریم به سر مقبرهشان هم. شما هم بیاین بچه ها. ای هم قبرشان و ای هم آبشان. از بس که آدم خوشبخت است، زیر سایه، در زیر این سقف، با وجود که آفتاب هم درست نمیگیره، اما سبزه رو شما میبینید اینجا سبز کده. روحشان شاد باشه، بهشت بر این جایشان باشه. کار اینجا ناتمام مانده هنوست. چه کارهای دیگه میخواین صورت بگیرن؟ کارهای دیگه اینمی کاری مثلا بنای استایش ختم است، تنها پنجره های فلزی ساخته میشه. اینجا رو پنجره میسازن؟ اینجا خود دروازه است. خب این موقع دروازه است، یعنی یا که هست اینم اینجا پنجره های فلزی گرفتن. داخل هم کار میشه؟ داخل هم تو میباشن طبیعی. داخل طبیعی میباشن؟ آن بلند.
چقدر خوب. کی ترایی کرده اینجا را؟ اینجا را عبدالوکیل نیازی، فرزند ارشد دکتر سه بشه. فرزند چون خرد آمه است سنشان یا کلان است؟ کلان است فرزندش. یک شاید دیده بودیم خرد بود سنش. وقت او در هندوستان بود، فرزند ارشد دکتر سه بشه. او دومیش بود فکر میکنم ما دیدم. بله. او را چی کار میکنن؟ محصل است. محصل است؟ بله. انوز هم؟ بله. هندوستان؟ بله. خیلی خوب. خب بریم. ای چی است؟ خود رحمت الله علیه تانوس پالش نشده. خب انوس کارش مانده. انوس کارش مانده. کم کم خوانده میشه شیخ الاسلام دکتر محمد عیاض نیازی رحمت الله علیه فرزند حاجی محمد نیاز. کدام قسمت از بعد از زیر شروع شده؟ این از اینجا شروع شده. اینجا آیت قرآن عظیم شان است. محمد نیاز کدام قسمت؟ خب اونو ادامه داره به این شکل؟ اینه میتونه ادامه داره. بله. خب تا آخره؟ بله. فرزند حاجی محمد نیاز رحمت الله علیه در سال 1242 همونطور است؟ 1342 خورشیدی در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان در یک خانواده فقیر و متدین چشم به جهان گشود. او یگانه فرزند مادر بود که در سن 3 سالگی مادر مهربان خود را از دست داده. از وصیت های مادر ایشان به پدرش در هنگام مرگ این بود که پسرش را وقف خدمت برای دین الله جل جلاله نماید. خیلی یکی از نصیحت های مادری گرامی. خب خیلی طویل است، فکر میکنم داخل یه سفید میشه، درست؟ آی پالش میشه. یک سفید شوه باز درست میشه خانده شوه. بله هستم. یک دفعه دیگام انشالله ماه رمضان هم نزدیک است. ماه رمضان باز هم میاییم به خاطر تازه کردن یاد و خاطرات دکتر صاحب امرای دوستا. فکر میکنم اون فرهنگ تا هنوز هم وجود داشته باشه که برای مردم غذا بتن و افطاری بدن. بله انشالله دیگه این رمضان هم فرهنگی دکتر صاحب بنا نهاده بود ما هم کوشش میکنیم زنده داشته باشیم، چون به خاطری که اگر دکتر صاحب جسما در پیش ما نیست روحن است. خود خدا میگه که شهیدار شما مرده نپندارین. این درجه ای که دکتر صاحب نصیب شد نصیب هر کس هم نمیشه. انشاءالله در نزد ما و شما و دیگه همه مسلمانان جهان زنده است. همیشه زنده است انشاءالله. بسیار تشکر از شما. سلامت.